سلام اینجا خودکست یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه امروز مهمونمون گلناز سلام و کارون و فرهاد هم مامان سلام سلام من به خاطر که ما بار دوم داریم اینترو رو میریم <تصفح> من میدونم میخواستم می بگم و دیگه نمیگم <تصفح> <تصفح> که تو رو سورپرایز کنم آره با متاسفانه دیدیم اودیو اون نمیشه سریع فهمیدیم و قطع کردیم و دوباره شروع میکنیم کار خواهید تو در مورد اتفاقات هفته گذشته بگو ببینیم چه خبره هفته پیش یه سری اتفاق افتاد که فکر کنم مهمترینش تجمع ایرانیان توی بروکسل بلژیک بود یه راهپیمایی بزرگی بود که تهش ختم شد به اون ساختمونی که وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی تو جلسه داشتن توی دستور کال اون جلسه چندین تا حالا مورد بود که یکی از اون موارد قرار دادن سپاه در لیست تروریستی آره با. لیست در واسه های تروریستی بود جمعیت قابل قبولی شرکت کرد اعداد مختلفی ما شنیدیم بله. دقیق نیستن ایش کدوم ولی شاید هلوهوش 15 بیست هزار نفر عدد خوبی باشه بعد سخنرانی ها من سخنرانی حامد اسمایلون رو شنیدم به نظر من جذاب بود بله. بعد خانم دریا صفایی بالاخره بله. رو درست گفتیم و علی رضا خوندی بله. علی رضا خوندیم, خوند. خوندیم که دو حضور خیلی پررنگی داشتن اه پسر عمه حضور رنگی داشت بله آره رب خوند اونجا خروجی جلسه مشخص نیست نه هنوز خروجی خود جلسه در واقع منظور سران اروپا بله مشخص نه یعنی ممکنه تصمیم بر گذاشتن صفات در ببین امکان همه چی که همیشه وجود داره چون به هر حال الان لندن هم یه کوچولو اذیت داره میکنه چون انگلیس یکی از اولین کشورهای حالا البته اونا دیگه توی اتحادیه اروپا نیستن ولی یکی از اولین کشورهای اروپایی بود که خیلی جدی گفتن ما اینو در دستور کار قرار میدیم و الان خوب دارن یه خود اذیت میکنن به هر حال من فکر کنم کشورهای غربی رو دست هم دیگر هم نگاه میکنن دیگه اون ساز و کارهایی که دارن اون در واقع همکاری ها و برنامه‌ریزی که دارن با هم دیگر. ولی واقعا امکان هر چیزی وجود داره من فقط میخواستم بگم که واقعا دم بچه اروپا گرم یعنی الان چندین ماهه بلا این بچه های تورین که یعنی تورین یه منطقه در جای دیگه ای اروپا همینطور سوار اتوبوس و هواپیما هستن که برن تو این تجمعات شرکت بکنن و واقعا اوه. یک خسته نباشید به همتون و خسته نباشید به همه برگزار کننده ها کار ساده ای نمیتونه واقعا باشه توی مدت زمانهای کوتاه آه، یه همچین جمعیت های اونم وسط هفته آره این دوشنبه روز کاری بوده. دوشنبه روز کاری سرما مم. حالا هنوز هم اروپا هم سرده آه، آه. واقعا واقعا دست همگی درد نکنه سرمای سخت آره ببینیم خروجی جلسه چی میشه حرکت مهمیه بالاخره مستقل از اینکه چه اتفاقی میافته به نظر من همین که این موضوع مطرح شده وارد صحنه علنی شده و این داستانها مهمه

امور آوردین میشه براتون متفاوت کنن چرا تو باش مصاحبه کردن یکی دوس پیش گفتش که آماده نبودم دفعه بعدی وزیر اقتصاد خب. آماده نبودم دفعه بعدی هم آماده نخواهد بود خب کنه پادکست خب. خب. گوش میده به مرا خودش گفته <تصفح> من آماده کی این یعنی رو واقعی باشه <باید>. حالا دیگه این <باید>. اتفاق <باید>. تو <تصفح> یه کشور آزاد <باید>. اگه <تصفح> <تصفح> بیفته جایی که مطبوعات واقعا وجود داشته بودن اونو دار میزنن اون آدمو یعنی تو یه دونه شغل داری که هولد دور دیگه وزیر اقتصادی باید یه دونه اطلاع راجع قیمت دلار داشته باشه کل مملکت که داره وارد در واقع واردات انجام میشه باید قیمت دلار رو بدونید ولی گفت من الان آماده نیستم اومده بود مثلا دیگه موقعی که انقدر موضوع دینی از تنها در بریفینگی که خارجی ها میگیرن اینه که آقا موضوعاتی که الان ممکن از من سوال بپرسن چیه دول حتی رئیسی گفتش که کاهشیش میکنه آره, از از دولاره دولاره دولاره. دولاره. اشاره که و خیال ما دیگه راحت شد هم, که تورم هم گفت... رو کم و شرایط رو کاهشی آره. میکنه جنتی هم گفته خیلی زشته مردم گشته بمونه آه. خوبه آه. خیالمون راحت. خیلی اصلا با این تیترایی که میبینیم صحبتایی که میشه و اینا همین جور هی خیالمون راحت تر میشه همینطوری قوت قلب آدم میگیره واقعا بعد این ارجایی که به اون یعنی جمله معروف اقتصاد مال خر میدن خیلی به خیلی به نوشته و یه توییت جالبی خوندم نوشته بود دلار رو نمیتونی دستگیر کنی نمیتونی شکنجهش کنی نمیتونی زندان بندازیش هیچکدوم این کارا نمیتونی بکنی دلار علمه علم هم که با این چیزات در واقع نمیتونی سرکوبش کنی سرکوب. برخلاف چیزای دیگه ای که جمهوری اسلامی سعی داره سرکوب کنه البته من یه حدسی هم میزنم بعدشون هم نمیاد دلار الان قیمتش بره ب... یعنی قیمت ریالش بره بالا بخاطر بله. دم عید اینا باید در واقع حقوق مزایای کارمندا بله, بله. سود داخلی داره بله. بعد اید. بعد ایده باز بالاتر میره ولی آره. یعنی صد رو میبینیم آره الان یه تراول آره. چک میشه یه دلار یعنی موقعی که ما اومدیم که حالا من میگم هیچ ربطی به واسه اون نداره دیروز شد 15 سال که از مبارک موقعی که اومدیم 980 تومن بود زیر دلار 40 برابر شد اه. الان شده 50 تومن ره نه بالاتر خواهد رفت حالا به قول تو آدم امیدواره که نره به خاطر شرایط مردم ولی خب با کارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه و مدیریت نبوده اصلا دلیلی وجود نداره که خب قیمت دلار نره بالا بازوکاری وجود وزیر نداره وزیر اقتصاد وقتی آماده جواب دادن به اون یه دونه سوالی که باید بلد باشه اون یه دونه رو بلد نبوده آره. اگه سوال دیگه من آره. آره. ولی داشتم اتفاقا قبل از که برنامه شروع بشه با فراد صحبت میکردم حالا اکانت های ارزشی تو توییتر خیلی جدی شماها دلار آمریکا چک میکنین و ما مثلا ریال مال عراق درسته ریال عراقه ریال دینار دیناره آره عراق اره. ما با هم متفاوتیم خواستم بگم خب مگه اون ارزشی داره به سپاس از جمهوری اسلامی تو اون منطقه پول اکثر کشورهایی که ریشه دونده توش جمهوری اسلامی اونام هم داره سقوط میکنه دینار دینار, چند وقت پیش بود خبرش در که سپاه چه جوری پولشویی میکنه توی عراق و چه بله. اقتصاد اونجا رو فلج کرده حامد اسماعیلون حرف قشنگی گفتش که سپاه نباشه خب این حرف زیاد هم زده شد ولی سفان هواشه چقدر به نفع تمام اون واقعا آره، باقن... خیلی امتر میشه به نفع همه دنیاست به باقن. نفع همه دنیاست امیدوارم که ببینن این مسئله رو دیگه مطلب مهم هفته قبل قیمت دلار رو گفتیم یه دونه اون خبری که سارا شیرازی آره این ویدیویی که از این بچه که معلوم شد اسمش سارا شیرازی هستش حالا تو گفتی ندیده بودی من نه من آره. یه سری عکس دیده بودم که بهترم ندیدی با... البته به خاطر اینکه واقعا خب فقط آدم میدونی مثلا روح آدم خراشیده میشه ندارم آره نه میفهمم میتونم می درک بکنم منم خیلی موقع ها ویدیوها رو میاد ولی خب میوتن دیگه آره. وقتی من واقعا با صدا نگاه نمیکنم چون فکر کنم شماش بیشتره وقتی با صدا نگاه میکنی ام... یک زن One. یک, یک... یک یه موجود زنده دو حمله کرده به بچه که حجاب نداشته کجا این حمله را هنج... توی ب... به هر حال بچه با لباس مدرسه است این بعد آه... او... توی امفرسفر. دم مدرسه است لباس فرم مدرسه خود از مسئولین مدرسه نبوده اسم نیمیدون. کسی رو که بهش حمله کردن من دیدم آدم ها کردن ولی من یعنی اصلا انقدر حالم بد بود که هشتگ اسم اونو چک نکردم که ببینم نشون مادر یکی از بچه‌ها بود خب آره ولی به حال توی محل مدرسه هست این اتفاق و بعد خب اصلا اصلا یعنی هیچ جوره تو مخیله آدم نمی که اولا چرا و بعد این اتفاق واقعا هر جای دیگه که افتاده بود الان کل اون شهر کل مملکت شاید کنفرکان شده بود آره خب میدونی و خب الان خیلی نگرانی از این وجود داره که اون آدم بی وجودو بهش مدال افتخارم بدن به عنوان یک عامر به معروف ب... واقعا اگه این کار آخ... ب... میدونی احساس میکنم بعضی موقع خ... تن جمهوری اسلامی خودش میخاره یعنی خودش یه کر میداره که آقا بیاین منو دیگه من احساسات مردم رو خدشدار میکنن دیگه خدشدار دیگه حماقت ب... دیگه یعنی از هر آدم عاقلی بپرسه این کارو بکنیم میگن نه خب نمیدونم با کدوم عقل آخر سلیم آخر آخر... تصمیم میگیرن آخر با عقل سلیم در تماس نیست دیگه امروز اون اعتراف اجب... اعترافی نه ویدیو اجباری اون مهندسی که رو پارت کرده بود جلوی دکتر بزرگ زینب کازمی بله بله میدو... کازمی پور, کوزمی پور بله کاظمی پور امروز یه اعتراف اجباری داشت اعتراف اجباری میگم یه ویدیوی مسلما اجباری داشت که با کلاه ظاهر شده بود و نمیدونم واقعا اینا خوراک داخلی داره این مدل ویدیوها یا داستانش آره. چیه کی باور میکنه یه همچین ویدیو خودشون. رو؟ خودشون. و خودشون خودشون, خودشون, خودشون که دیگه صرف نیاز ندارن که خیلی نیاز دارم به چیزی یعنی آره. دیدی آره, 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 به نظر آره. منم با امبارد... به هر حال خب با کلا هم اومده یعنی حتی با روسری نیومده ببین همون قضیه ویدیو همون که ما هم تو با مثلا صحبت اسماعیلیون حال میکنیم احتمالاً اونام با صحبت با این جوزه حال میکنن دیگه تغذیه است آره اون, اون که شستشو مغزی شدن اینا یه چیزای اضافه است به اون شستشو مغزیه چون من فکر میکنم واقعا آدمی که به اختیار خودش فکر بکنه باور نمیتونه بکنه این اتفاقاتو و قبول نمیکنه میدونی ولی من هم با ایمان احساس میکنم که نشون میدن به خاطر اون گروهی که وابستن به خودشون که هم اقتدارمون رو ببینین یعنی یه نفری یه همچین کاری کرد ولی در کمتر از یک هفته ما مجبورش کردیم که مثلا بیاد توی تلویزیونم یه همچین صحبت یه همچین ویدیوی حالا ازش بیاد بیرون مسخره خروازی دیگه البته یه چیز بهتون بگم که ببخشید قابی که اون روسری جلوی عکس دیکتاتور منطقه من اون عکس گرفتم بود فوق بود من اون عکس گرفتم اسکرین شاتش واسه خودم نگه داشتم اون لحظه‌ای که این روسری داره میپره و عکس خامنه این پشته اینو میخوام بگم از همون دقیقا سال 58 این سیستمی که به اجبار آدما رو به اون کاری که بهش اعتراض کرده بودن مجبور میکنن وجود داشته یعنی از همون اعتراضات اولی که به حجاب اجباری شده که زنانی رو که دستگیر کردن چند روز بعدش عکسشون رو با حجاب اجباری و اعتراف چاپ کردن یعنی یه سیستمی هستش که از همون شروع جمهوری اسلامی وجود داشته الانم الان هم همچنان همون سیستم دارن میرن جلو دیکتاتوری احتمالا یه جای دیگه این کارو کرده اینا خب... هم که از رو دست هم میدونم مستعد رو دیدید؟ هم. کامل؟ کامل نام. نه. نه تو دیدی؟ من کامل نه. من این هفته چندین چند تا ددلاین هم دارم اتفاقی از که از چیزهایی که از کارون پرسیدم چند روز پیش گفتم اگر بیشتر در مورد دا اخبار روزا اینا صحبت کنیم من خودم رو ادوکییت کنم چون واقعا نرسیدم که برم مثلا هی تحلیلا رو ببینم صحبت کنم و این هم نه خواستن... خواستن... مستند هویدام جالبه یعنی از د... از اون دادگاه انقلابی که یکی تو تویتر نشد این حرف خودم نیست ولی گفته از اون دادگاه انقلابی و اون جوری که اینا برگزار شد با هم میفهمیدیم که آینده جمهوری بله. اسلامی بله. یعنی اینا چه جوری چه حرفایی میزنن چه لحنی می چه جوری بله نه واقعا اینی... شاید الان که من دارم بهش نگاه میکنم مثلا یه تیکه رو مردم در آورده بودن یا روی زیو میندازم از این تماشاچیا میون کسایی که نشستن بعد میاد دستشو با کت میدا که داره خودش دفاع میکنه اون پشت پاک میکنه و دور میز سر <تصحیح> 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 به اطلاع رسانی هم البته به اندازه امروز واقعا نبوده ها یعنی خیلی ها اصلا نفهمیدن یه همچین دادگاهی برگزار شد و بعد آره. هنوزم حکم صادر نشده مثلا خوبیده اعدام شدش ولی خب حق با کارونه خیلی هم میدونستن ولی در این حال خیلی ها هم سکوت کردن من با یه انقلابی قدیمی صحبت میکردم میگفت اون روزی که خمینی اومد ایران ایشون رانندگی میکرده نه از مثلا آزادی تا انقلاب مزر. یه جایی تو تهران کل مسیر رو گریه میکرده همون موقع میدونستن یه سریا که با با. چی های جک شده و چه اتفاقاتی افتاده این بده خب جلسه صبحم آره حالا اینو به خاطر اینکه دوباره میخوام یک <تصفح> چیز بگم آره امروز صبح یه دونه جلسه حضوری بود با وزیر دفاع ملی کانادا <تصفح> که ایشون خودشون هندی کانادایی هستن این از این نظر مهمه که به خاطر اینکه موقعی که یعنی یکی از کارهایی که داره سعی میکنه انجام بده چه توی وزارت خونه خودش چه نسبت به سیاست های دفاعی کانادا دقیقا برمیگرده به حقوق بشر و حالا مثلا دیسکرمینیشن و حقوق اقلیت های جنسی و قومی و نژادی و این حرفا حالا این جلسه چند نفر از دوستان خودم هم سوال کردن این جلسات اینجوریه که اگر که مثلا با امپیا در تماس باشین ایمیل رو همیشه میگیرین و میتونین شرکت بکنین به خصوص اینکه این جلسه به خصوص واسه کامیونیتی ایرانیا بود چون میخواستن که به قول خودشون اینپوت بگیرن در مورد کاری که تا الان شده و کاری که از اینجا به بعد کامیونیتی فکر میکنه که خوبه که انجام بدن به خصوص در مورد سیفتی با توجه به اتفاقاتی که واسه مسیح علی نجات افتاده بود حالا و تعداد اکتیویستی های هم که توی کانادا هستن تهدیدایی که مثلا شدن خیلی که ما حالا نمیدونیم کیا هستن میخواستن این بگیرن که چه کارهای ما بیشتر واسه شماهایی که الان اینجا هستیم میتونیم بکنیم چه کارهای چه کارهای هم برامون برمیاد واسه مردم داخل ایران حالا آم... اصلا دلیلی که میخواستم صحبت کنم راجع بشین هستش که آم... واقعا نیاز به صداهای متفاوت داریم تو این جلسات چون یکی از مهمترین اتفاقاتی که میفته این هستش که خود دولت محلی و بعد دولت کانادا متوجه میشه که مهمه یعنی این مسئله که هنوز اهمیت داره واسه ایرانی ها. هنوز این خیزش از نظر ما این انقلاب نخوابیده تبش نخوابیده همچنان زنده است و تمام اون خواسته هایی که از سپتام داشتیم کم که نشده هیچی هی هم داره بهش اضافه میشه چون مثلا خب الان بحث سازمان مجاهدین خلقه که چرا مثلا یکی در میون با اعضای پارلمان جلسه میذارن بحث خود سپاهه که چرا کلیتش رو توی مثلا لیست سازمان های تروریستی قرار نمیدن همینطور اضافه داره میشه این هایی که داره کامینتی داره اضافه میشه و دقیقا هم صحبت سر همین بود بیشتر صحبت در مورد سپاه شد یعنی 95 درصد سوال ها و خواسته هایی که آدما را داشتن راجع به سپاه بود راجع به سازمان مجاهدین خلق صحبت کردیم و بعدم راجع به این که چجوری میشه عوامل جمهوری اسلامی رو که خیلی راحت هنوزم دارن وارد خاک کانادا میشن حالا چه ریپورتشون کرد چه اصلا از بد به ورود میشه جلوگیری کرد که وارد حالا خاک مم. کانادا نشن چون همه اینا اون وقت کم کم به اون امنیت شهروندان ایرانی کانادایی هم اینجا صدمه میزنه دیگه چون هر کدوم از این عوامل ما که خودمون در جریان اینا از دهه 60 آدم میفرستادن عکس و نقاط جهان اکتیویستا رو ترور بکنن مم. این بود کلیت بحث این بود خوبم بود و واقعا من امیدوارم که خیلی آدمای بیشتری بیان تو این جلسات مختلف شرکت کنن خودتون ست هم نگاه میکنم من اصلا نمیدونستم چیز وجود یعنی اصلا بهتون میگم از این باید کجا برگذار میشد ببین جاش بستگی داره دیگه امروز مثلا این نشست به دعوت ام پی های وستفن بود بعد توی کامیونیتی سنتر اون بریک سنتر سر آره. 21 هم هست اونجا برگزار میشد یه فکر کنم مثلا شب 20 نفر بودی حتما آره <applause> نکته که برام جالبه اینه که ببین مثلا تو کشورهای حالا آزاد به نسبه آزاد حکومت ها چه دولت ها چه جوری ران میشن طرف مثلا وزیر دفاع اون کشور با میاد یه منطقه ای که حالا تعداد ایرانیاش بیشتره به دعوت از نمایندگان اون منطقه میشینه با مردم مثلا یکی از حالا مهاجرین خیلی در قومیت های مهاجر خیلی رایج ملیت های خیلی رایج که مهاجرت میکنن کانادا صحبت میکنه رو میشنوه این مثلا مقایسه کنید با مدلی که دولت ایران راه میشه که وزیر اقتصاد آماده نیستش که جواب سوال دلار کجا میره رو بده و ببین واقعا سیستم درستش همینه ببین مثلا من یکی از چیزهایی که میبینم توی خیلی از ایرانی ها این هستش که مثلا به یه دیده خیلی عجیبی به این نشستا نگاه میکنی چون خب ندیدیم مثلا باورمون نمیشه که مثلا به تو وزیر دفاع بیاد توی مثلا یه جای خیلی معمولی 20 نفر آدم داشت نشستن حالا مثلا سوال و جوابم هستش ولی واقعیت این هستش که سیاست حالا با لحن خیلی مصالح خدمت خدمتگزار مردمی هستن که انتخابشون میکنن مثل هر شغل دیگه ای هر شغل دیگه ای که تو بخش سرویس این هم یه نوع سرویس دیگه در واقع باید پاسخگو باشن به کسانی که انتخابشون کردن ما خب 44 سال قبلش هم حالا جای بحث داره ولی 44 سال که حداقل سن ماها هستش تحت تربیت جمهوری اسلامی بودیم همچین چیزی ندیدیم آدم ها هم منفعل شدن در فعالیت های مدنی سیاسی و هم باورمون هم نمیشه که خب مثلا بریم صبح مثلا قهوه بخوریم با وزیر دفاع یه صحبتی هم شما داشت و همین من سادگی من واقعا باورم نشده بود دیگه یعنی یعنی باورم نشده برام جالب بود که یه همچین آره به همین سادگی آره ولی میگم قهوه میدادن قهوه میدادن ولی من با همون ماگم که فردا چشمشو گرفته رفت <applause> <applause> بریم, بریم سر دهه بریم. زیبای ده. شست. بریم ااره. از اتفاقا اسمش انقلاب واقع. عذاب راستش چون هر چقدر بیشتر میخونی خوندنش حالا یه قسمت امروز که داری میخونی با اتفاقاتی که داره میفته و بعد این گفتمانی هم که دیگه بین جامعه اتفاق افتاده واقعا انقلاب عذاب چون همینطور یکی یکی به عذابامون اضافه شده فقط از اون زمان خب ما تا اینجا همش در مورد جنبش زنان صحبت کردیم امروز هم در مورد جنبش زنان میخوام بگم چه بلایی سرش اومد چون بلا فقط سرش اومد به خصوص دهه است ولی در این حال اجازه میخوام ازتون که در مورد کلا این ظلمی که شروع شد بر حق زنانم صحبت بکنم چون هم دوران جنگ داریم حالا دوران انقلاب و بعد دوران جنگ که چه بلاهایی سر زنان اومده تابویی که هیچ وقت موردش صحبت نشده یعنی یه در واقع کامبینیشنی از خود جنبش زنان میشه که خیلی کوتاهه به خاطر اینکه از بین رفت و در دوران خفقان و زیرزمینی قرار گرفت و بعد حالا اصلا اون ظلم سیستماتیک خب من, من شروع و خب ام. انقلاب که اتفاق افتاد ام. حالا در مورد دیگه دیتیلش به نظرم صحبت نکنیم که چرا و چگونه انقلاب شد اونا فکر میکنم دیگه کسانی که میخوان بدونن تا الان فهمیدن ولی یکی از اتفاقات اصلی که افتاد به خصوص بر علیه زنان این قوانینی بود که یکی یکی یا قوانین از پیش ساخته شده خط خورد یا دیگه مثلا قانون هجاب اجباری و اینها شروع شد واقعا خیلی طولی نکشید که خمینی دستور دادش که زنان با حجاب اسلامی و شرعی توی محلهای کارشون باید بیان که از همون اولم یکی از چیزایی که حالا خیلی مهمه بهش بپردازم اینه که سالهای آخر دوران محمد رضا پهلوی سمپ های زیادی هم. توی جنبش زنان به وجود اومده بود این سنفا کیا بودن مثلا زنانی که توی مثلا اداره برق فعالیت میکردن سنف خودشون رو پیدا کرده بودن سازمان نبودن واقعا مثلا اسمشون اسم کارهای سنفی بیشتر میکردن مثلا برای مثلا ادارات یه سیستم پرستار بچه درست میکردن یه سیستمی درست میکردن که زنان شاغل بتونن از یه سری تحصیلات اداری و اینا بتونن مثلا استفاده اداری اجتماعی استفاده بکنن این گروه ها اولین کسانی بودن که شروع کردن اعتراض کردن به این قوانین که خب احتمالش این هستش که چون خودشون شاغل بودن و توی بدنه اقتصادی و اجتماعی بودن زنگ خطر خیلی زودتر شد تو گوششون زنگ خورد چون حالا چیزی که همش گفته شده در مورد اون دوران این هستش که یکی از اشتباهاتی که فعالین حقوق زنان کردن اینه که اون چند سال اول که بسیار بسیار مهم بود که این گفتگوی حقوقی و قانونی به وجود بیاد یه خود عقب نشینی کردن و دقیقا دوباره اون خواستگاه های سیاسیشون رو ارجهیت دادن نسبت به مثلا حقوق زنان یه مثلا زنانی که به احزاب چپ تعلق داشتن تمام خواستگاه های سیاسی احزاب و ارجهیت دادن و در کنارش با زنان ملیگر و همه گور مختلف به این صورت یه خود حقوق زنان در واقع رفت توی سایه اتفاقاتی که فکر میکردن مهمتره. مثل این روزا همش صحبت در مورد هست در مورد این حرف نزنیم در مورد اون حرف نزنیم اتحاد بره. یه کوچولو این اتفاق اون یه لفظی هم 28. از یکی از همین فعالان که شما فرمودید استفاده کرده بودن راجع به همین موضوع دقیقا من لفظ رو میخوام پیدا کنم که گفتن مطالبات اون موقع به در واقع دو دسته خیلی شما ادامه بدید من این لغت رو پیدا کنم حتما یاد از طرف کی بوده این چیز اه... شما ادامه بدید ام... این طرح حجاب اجباری که البته اون موقع در واقع همش خود خمینی میگفته که بر اساس شهر دیگه کشورداری میخوایم بکنیم اینا هنوز تبدیل به قانون نشده چون سال 60 بوده فکر میکنم که دیگه قانون تعذیرات و اینی که حالا زنانی که در اماکن عمومی حجاب شرعی رو ندارن دیگه 74 ضربه شلاق میخورن و زندانی میتونن بشن این دیگه سال 60 ولی همون موقع یکی از اتفاقات مهمی که افتاده این هستش که یه سری مسائلی تبدیل به قانون شد توی همون چند سال اول که ممکن بود هر روز اجرا نشه مثلا مثل سنگسار با آن سنگسار ولی جز... دیگه بود ولی اصلا خطرش اینه که به وجود اومد اه. این هست میدونی و میگم اون چند سال اول از مثلا 58 تا 60 که خیلی مثلا اینکه دوران مهمی بود از این نظر که خیلی هم توجه نکردن به دلیل اینکه احتمالا کشور توی دوران خیلی سیاهی قرار داشته دیگه همه ادامه شروع شده بوده پاکسازی ها شروع شده بوده دیگه مردم احتمالا ترس از اینی داشتن که آینده به چه سمتی میره با این حرفا ولی اینا بهش اصلا پرداخته نشد و خب این قوانین جز قوانین ساختاری کشور قرار گرفت دیگه تا الان هم هست فقط بگم این احزاب در واقع خواسته هاشون به دو شکل دو بخش عمده غیر عمده تقسیم می‌کردن این لفظ عمده رو دنبالش شدن عمده اون خواسته های حزبی بود این از زمان پهلوی اینجوری بود بله. مبارزاتشون عمده خواسته های اصلی مثلا حزب بوده غیر عمده حالا توی در واقع این موضوع مسئله مثلا حقوق زنان میشد غیر عمده برای همین تمرکز اصلی میشد آره. اتفاقا مثلا خب این قانون حمایت خانواده بود که صحبت کردیم راجع به اینکه مثلا سن حالا مثالش این بود که سن ازدواج دختران و پسران رفته بود مثلا بالاتر مسئله طلاق که یه طرف دیگه نباشه تعداد زوجات مسئله کار این خیلی جالب بود که مثلا یکی از چیزهایی که تو قان... حمایت خانواده بود این بودش که مردا تا قبل اون تبسره در واقع مردا اگه اشتباه نکنم سال 1353 تغییر کرد مردا حق داشتن که زنشون بهشون بگم مثلا اون سر فلان کار نمیتونی بری به خاطر اینکه به در واقع مثلا شعن خانواده داره توهین میشه سال 53 این تغییر کرد زن هم میتونست همین خواسته رو از همسر داشته باشه یعنی یه چیز دو طرفه شد اینا حالا مثلا زیر مجموعه اون قانون حمایت خانواده بود خب قانون حمایت خانواده رو از پایه و اساس گذاشتن کنار و یکی از اتفاقات خیلی ناراحت کننده ای که اون زمان افتاد اون زمان افتاد این بودش که خب هیچ کدوم از کسانی که در واقع سردم داره فعالین حقوق زنان بودن فعالین حقوق زنان خیلی براشون مثل اینکه اهمیت نداشت میگم همه افتاده بودن تو اون گفتمانی که اولا قانونی که در زمان محمد رضا پهلوی تصویب شده مطمئنا قانون خوبی نیست یعنی هیچ کس نمیتونست قبول کنه که اون زمان اتفاقاتی افتاده که میتونه به نفع مردم باشه حتی پس از انقلاب این خیلی وبعدن... مشخصه توی این مستند هویدا اگه نگاه بکنید این خیلی مشخص آره ده کسی ده نمیتونه قبول اصلا کنه هیچ چی قبول نمیکنه یه عینک زدن و دیگه آره اصلا هر, هر چیزی از دوران میگن پیشا خمینی اومده هیچ, هیچ قبول ندارن دیگه یعنی میگن همش اشتباهه دقیقا چیزی بگی اون که آره بعد از انقلاب آره ولی دوران قبل از انقلاب یه ذره ما باید اینجا کانتکست بدیم ام. من از کنم که فقط بگیم که مثلا احزاب اون موقع هر چیزی که حکومت پهلوی تعیین میکرد رو باش مخالفت میکرد حالا من دوباره چون با انقلابی های اون موقع صحبت کردم میگم بعد از کودتا ظاهرا تمام فعالیت هایی که انجام میشده قدقن بوده هر فعالیتی که انجام میگرفته توی زمان ام. پهلوی ها شکل و در واقع سیاق دولتی داشت. بله. باید تحت حمایت دولت می بوده. بنابراین آزادی وجود نداشته. کانتکست آزادی نبوده. و مثلا دلایلی که احزاب ممکن بود مخالفت کنن یا فعالین اون احزاب مثلا شما توییت زده بودی راجع به حمایت راجع به همین قانون حمایت از خانواده این بود که برداشت اونا این بوده که درسته که ایران به شکل مستقیم مستمره انگلیس و آمریکا نبوده ولی این قوانین تماما حالا نه این قانون به شکل مشخص اصلا. ولی این مجموعه قوانینی که مثلا حکومت پهلوی تصویب میکردن اینا به شکلی در واقع ایران رو بیشتر و بیشتر وابسته میکرد حالا به انگلیس و آمریکا و مستعمری اون میشدن در واقع این کانتکست اینجا مهمه که بدیم این بخشی از مبارزه شون بوده مبارزه این احزاب بوده و حالا این آدم هایی که فعالیت حزبی میکردند با حکومتی که اون موقع دیکتاتور بوده و حکومتی که آزادی بیان توش وجود نداشته حالا شانس خوب اون حکومت جمهوری اسلامی اومد سر کار و یه کارایی کرد که اون موقع جلوش گلستون دیده میشه این دیگه شانس اون حکومته ولی اون موقع ما باید کانتکست رو درست مطرح کنیم که اون احزاب به این شکل میدیدن حالا درست یا غلط به این شکل میدیدن که اگر همچین قوانینی تصویب بشه و در واقع به اجرا گذاشته بشه ایران بیشتر به شکل مستمره آمریکایی در میاد ما باید خود مختار باشیم و این آزادی رو داشته باشیم که قوانین خودمون رو تعیین کنیم مثلا اگه در واقع هدف حزب که برابری وجود داشته باشه بین همه گونه های مختلف چه قوم باشه چه جنسیت باشه چه هر چیز جنس باشه به صورت خودکار مثلا حقوق زنان برآورده میشه پس نیازی نیست مثلا ما بیایم یه قانون جدا وضع کنیم این یه در واقع خب زمینه حالا بود که من چون حالا به توییت خودم اشاره کردی حالا من اونو که زدم دقیقا به خاطر اینکه آخرش بپردازم به اینکه یه شخصی مثل هماناتق بعد ها اظهار پشیمونی کرد به خاطر اینکه راست میگی کانتکست اون زمان رو بعد ببینیم ولی خب اینی که بعدها هم بعضی از آدم ها شجاعت و جسارت اینو داشتن که اشتباه رو بپذیرن به نظر من خیلی مهمه که اتفاقا من تو همون توییت هم گفتم خب یکی از مشکلاتی که به وجود میاد این هستش که اینو فکر میکنم جلسه سوم یا چهارم بود پرداختیم موقعی که در مورد زمان رضا شاه صحبت میکردیم اینه که اتفاقا بخشی از مشکل از همون زمان مشروطه این بوده که قوانی که در مورد خانواده و اساسا زنان بوده برگرفته از شر بوده یعنی هر قسمت دیگه ای قوانین که از قوانین حالا مثلا سکولارتر اروپایی گرفته شده بوده این یه قسمت به خصوص هر تفسره و متعممی هم که بهش میخورده باز سعی میکردن که در قالب شهر آره و مثلا من خودم هم به عنوان کسی که امروز با این اطلاعاتی که در دستم هست بخوام نقد بکنم بزرگترین نقدم به این هستش که خب شر اگر که خب شر که تغییر نکرده شرم هم که مستمره انگلیس و آمریکا و فرانسه و اینها نبوده <applause> اساسا چطور یک نفر به اون باسوادی به زمان خودشون به این قائل شده بوده که میتونیم زیر مجموعه این شرعی که ازش از از صحبت میکنیم واقعا به یک آزادی حقوق و یک برابری حقوق برسیم من مثلا نقد خودم این هستش میدونی از اساسی خورده اون طرز فکری که داشتن به نظر من مشکل دار بوده این هستش که چون دقیقا همین صحبت هم میشه که هماناتق یه جایی میگه که یکی از ارتجایی ترین قوانین این قوانین حقوق حمایت از خانواده است چرا چون اگر ما قائل به برابری باشیم پس اصلا زنها دیگه چرا یه حقوقی میخوان که یه قانونی میخواد که ازشون حمایت بکنه در صورتی که شر خودش از اول یعنی دیسکریمینیشن میدونی من مثلا حالا نقد خودم به اون قسمتش بود که چطور مثلا اینو بهش نپرداختن که خب این قانون حمایت از خانواده بر چه اساسی و اصولی بنا نهاده شده به قول معروف اینو من متوجه میشم ولی بیایید یه تصور بکنیم ما برگردیم به اون سالا که در واقع این احزاب و این متفکرین دارن مبارزه میکنن با یه حکومتی که دیکتاتوریه حالا ما میگم خوشانسی اون حکومت اینه که بعدش یه دیکتاتوری خیلی بزرگتری اومد که دیگه اون الان دیکتاتوری به نظر نمیاد ولی واقعیت اینه که اون هم دیکتاتور بودن و اون آ... ب... خودمون بذاریم توی اون محیط یعنی جمهوری اسلامی فرض کنیم از تلاش کنیم که از ذهنمون پاک بشه خودمون بذاریم توی اون محیط اونجا ما شروع میکنیم به مبارزه کردن فرض کنید هدف این باشه که ما به برابری مطلق برسیم یعنی قومیت هیچ تأثیری توی جایگاه شما توی جامعه نداشته باشه جنس هم هیچ تأثیری نداشته باشه و تمام چندگانگی های دیگه که با, شما. شما. با این تفسیر هرچقدر ایدئال گرایانه باشه اون استدلال میتونه پذیرفتنی باشه من نمیگم خروجیش حتما درست در میاد که درست در آره. ولی میگم با این استدلال اه اه با این در واقع طرز نگاه به موضوع اون استدلال میتونه پذیرفتنی باشه ولی این که میگید بعدا یه سری آدم ها همچنان پافشاری کردن روی حرفشون اینا اون که خب قطعا جایی اصلا ببین من خودم همش مشکلم به اومدم میونه حرفت من مشکلم همینه اصلا پرداختن به این که دیگه اون زمان آدم ها چه فکری میکردن خیلی مهمه چون همیشه تو همون کانتکس زمان خودش واقعا آدم بعد بهش بپردازه دیگه مثلا خیلی خیلی قشنگ میشد که هر کسی اینجا نشسته بود در مورد هر کار رو تصمیمی که میخواست بگیره 50 سال آینده هم میتونست ببینه به نظر من خب دنیای دنیای خیلی با. ایدئال میشد خب من خودم از یه به بعد میگم از اونجا باید بیایم بیرون این اتفاق افتاده مثلا من یه مشکلی که دارم سر این که هنوز پرداخته میشه به مثلا زمان محمد رضا شاه چه اتفاقاتی افتاد یک انقلاب شد دقیقا هم انقلاب شد اینجوری نبودش که مثلا شاه خودش بگه خب من خدا نگهدار دیگه خسته شدم من میرم مثلا حالا جمهوری اسلامی بیاد نه انقلاب شد بر علیه محمد رضا پهلوی و حالا مثلا سیستم شاهنشاهی و اون تموم شده یه کوچولو دیگه به اتفاقاتی که امروز داره میفته بعد بپردازیم من خودم برام قابل احترام من کسانی که همونطور که الان سی سال آینده اگر کسی امروز اشتباه کرده بیاد جسارت اینو داشته باشه بگه آقا من اون زمان اشتباه کردم کسانی که واقعا شجاعت اینو داشتم بعدا بیان بگن که ما تو این در واقع کارهایی که کردیم تو این افکاری که داشتیم و خیلی آرام دنبال روی خودمون کردیم اشتباه کردیم من بیشتر مثلا چیزی که در مورد حالا شخص ناطق داشتم واقعا این بود <applause> که من خیلی هم نمیدونم دیدی یا نه اومد بودم منشن گذاشته بودن که نه اینجوری کرد اونجوری کرد اون کرده بخشش که خودش پذیرفته یا قبول کرده که راهی که رفتن اون زمان اشتباه بوده برای من قابل تقدیر بود و دوست داشتم که آدمای بیشترین این جسارت رو داشتن ببین یه سیم که اگه ما بیایم ایدئال گرایانه همه چی رو نگاه بکنیم این اینو بعد اجازه رو به جمهوری اسلامی هم بدیم که بگه که اگر فلان اتفاق نمی افتاد اگر فلان اتفاق نمی افتاد ما الان یه حکومت خیلی خوب داشتیم میگم یعنی اگر که بخوایم بگیم که اگر که تمام اتفاقایی که افتاد بر باب میل اون افراد بود و درست میشد درست پیش میرفت الان یه حکومت خیلی خوبی داشتیم جمهوری اسلامی هم یاد همینو میگه دیگه یعنی من نمیگم که اون موقع آدما بر اون موقع آدما اومدن از قصد یه سری قوانا رو انجام دادن سری کارا رو انجام دادن که همه چی بد پیش بره ولی وقتی بد پیش رفت تموم شد حداقل بیایم قبول بکنیم که آقا من سری اشتباه کردم اونجوری که ما میخواستیم پیش نرفت دکتر شریتی میگفتی که میگفتش که این نام بود که میتوانستی نه که میخواستی و مووان یعنی بری قسمت بعدیش بری سعی کنی حالا اون اشتباهی که بوده رو با تجربه الانی که داری حداقل درستش بکنی آره اعترافه به اشتباه همیشه خوبه از هم, هم انتظار میره این کارو بکنن نه خیلی کار قشنگه واقعا آره ولی کلا من خیلی حالا موافق مخالف این نیستم که نگاهی به گذشته بکنی اون به خاطر اینکه درس ازش میگیریم یعنی اه... اولا نقد کردن چیز خوبیه یعنی ما همیشه باید این فرصت رو داشته باشیم که بتونیم نقد انجام بدیم اه... به همه چیزم هم نقد وارده و اصلا نقدی که باعث پیشرفت جان به غیر از شما نه. به همه چیز نقد وارد بله بله شما اگه توی محیطی باشی که همه ازت تعریف کنن که خب هیچ وقت پیشرفت نمی‌کنی دیگه اصلا. باطله برای همین میشه به گذشته نگاه کرد نقد کرد به شرایط الان نگاه کرد و با گذشته مقایسه کرد و تلاش کرد درس گرفت و نقد کرد خب بر... همین کارو ما داریم واقعا می‌کنیم تو این چند تا اپیزود صحبتی که من و تو داشتیم این بود که واقعا بعد بخونیم یه دور نه, اینکه نه... بخونیم بس. صحبت کنیم راجبه. راجب اتفاقاتی افتاد در اینکه واقعا بر گفتگو بشه خب ام من بحثم با خودتو اکثران سر این هستش که یه مرز باریکی ب... مرز باریکی بین این که آدم یه جا گیر بکنه تا اینکه که فقط بهش نگاه بکنه و ازش گذر بکنه یعنی اون چیزی رو که بعد یاد میگرفتی یاد بگیر تازه چیزی هم که امروز از تاریخ ما یاد میگیریم شاید دو سال دیگه تغییر باز بکنه ها یعنی یه قسمت های خیلی بیشترش حتی. به چشممون بیاد اصلا یکی از زیبایی تاریخ به نظر من این هستش هم در واقع برداشت های مختلفی میشه کرد از تاریخ و اتفاقات و همین که به مور زمان هم داده ها بیشتر میشه و آموخته های خود آدم بیشتر میشه ولی من کاملا با حرفت قبول دارم که آدم هم باید نگاه کنه بهش درس بگیره بکنه همه به از من بله. اون, اون, قسمت او آره آره اون شما. من شما. آره <applause> ولی این حالا تاریخ دونستن خیلی مهمه به نظر من مهم. نه به نظر من به نظر بزرگان کسی که تاریخ میدونن خیلی خوب میتونن مسائل رو ببینن کلی نگم چند روز پیش دی پادکست داشتم گوش میدادم یه قسمت راجب به اقتصاد ژاپن داشت میگفت که میدونید دهه 90 اینا اقتصاد یکی شماره اقتصاد شماره یک دنیا بودن آه. مثل بعد از شماره که بعد چه اتفاقاتی میفته رو که بازی رو میدن به آمریکا و بعد تورمشون منفی میشه و تورم منفی هم یعنی میدونم برای ما یه ذره سخت تصور کردنش ولی اونم بده هم مثبت بزرگ بده هم منفی بده توی اون داشتش میگفتش که کسایی که تاریخ ژاپن رو میدونستن اقتصادان هایی که میدونستن چه اتفاقی افتاده مثلا مردم چه جوری وام گرفتن mm. و اینا که اقتصادشون به اونجا کشیده شد اون اتفاقی که سال 2008 توی آمریکا و دنیا افتاد بحران اقتصادی رو از قبل پیش بینی کرده هم. بودن اسم می برد از اون آدمو چرا چون آدمو تاریخ میدونستن به همین سادگی یعنی اگر ماها هم توی این بازی که حالا خیلی درگیرشیم تلاش کنیم تاریخ رو بهتر بدونیم دیکتاتورای مثلا جاهای مختلف دنیا رو مثلا شیلی چه دیکتاتوری مثلا کوبا چجوری انقلاب کرد بعد چجوری به دیکتاتوری تبدیل شد تمام اینا رو بدونیم اینا پترن های مشابه دارن و همشون کمک میکنه یه وقتی ما ممکنه فکر کنیم که نه الان دیگه شرایط خیلی عوض شده و هیچ چیز شبیه اون موقع نیست ولی واقعیت اینه که هست مره. مثال اینیش 2008 بود و مثلا بحران ژاپن یه سری آدم واقعا میدونستن قرار کرش کنه آمریکا و کرد و دنیا این چیزی که میگن ایران از لحاظ جیوپولیتیکی خیلی خاصه واقعا یعنی میگن که یعنی یکی از صحبت هایی که میشه موقعی که میخوام در تاریخ صحبت بکنی میگن که نمیتونی با انقلاب هیچ جای دیگه مقایسش بکنی میگن که چون که هم جمعیت خیلی بالایی داره هم نفت خیلی زیادی داره هم کشورهای اطرافش خیلی توی جنگ و در واقع یه طرف طالبانه یه طرف اون موقع چه میدونم تا یه مدت پیش آمریکا توش بود یه طرف دیگه از یه طرف میرسه به روسیه یه منطقه خیلی میخوام بدونم واقعا این نقده وارده که میگن که هر چقدر هم آدم ها برن در مورد در حالا انقلاب های مختلف و تاریخ و دیکتاتورهای مختلف بدونن دلیل برای این نمیشه که بتونیم اینجا پیادش بکنیم در مورد انقلاب اخیر داری میگی دیگه یا همون انقلاب اصلا نه نه کلا میگم که انقلاب اخیر رو دارم میگی. آه انقلاب اخیر رو داری میگی ببین واقعا میدونم جوابی براش وجود نداره نه نه واقعا یکی از اون جوابایی درست. که آینده دوباره به همون مشخص میکنه به من به هر حال من همون قد که فکر میکنم دنیا پیچیدگی خاصی داره روابط انسان ها و سازوکارهای سیاسی اون چنان پیچیدگی نداره که ما فکر میکنیم یعنی پیچیدگی ها شبیه به همه خب من فکر میکنم که هیچ دوتا انقلابی رو با هم نمیشه واقعا مقایسه کرد ولی به هر حال شرایطی رو که منجر به انقلاب میشه و بعد خروجیاش رو خیلی موقع ها یعنی بر... بر, اساس اون شرایطی که منجر به انقلاب به خیزش میشه اه... میشه با خروجی که میتونه اون حالا انقلاب خیزش داشته باشه تقریبا پیشگویی که الان مثلا راجع به این صحبت شد کسانی که تاریخ رو میدونستن میتونستن 2008 رو مثلا پیش بینی کنن و این حرفا اه... ولی من خودم به نظرم میاد که واقعا هر خیزش و انقلابی دقیقا اون فاکتورهاییش که به قول غربی ها one of a kind هستش تبدیلش میکنه به یه اتفاق خیلی بزرگ توی دنیا مثلا, مثلا الان همش مقایسه میکنن انقلاب اخیر رو با اتفاقات تونس خب وقتی میری میخونی مثلا با خودت فکر میکنی خب چرا مثلا چه شباهت هایی که داره و اینا شباهت ها داره ولی دقیقا اون تفاوت هاشونه که الان اون وقت دوتا مسیر مختلف و داره واسش در واقع تعریف میکنه من هم میتونم بگم که آره به هر حال ایران از خیلی نظرها ممکنه با خیلی از کشورهای دیگه ای که توی چون میدونی که در مورد انقلاب 57 میگن آخرین انقلاب کلاسیک در قرن بود اینو راجبش میگن دیگه انقلاب به سبک کلاسیک انقلاب 57 ایران بوده خب بعد تا بهار عربی بله. خب بهار عربی هم برای خودش خب یه اتفاق خیلی بزرگ بود و این حرفا دوباره حالا میرسیم سر انقلاب 1401 خب. من فکر می کنم که آره ایران از خیلی نظرا توی موقعیتی قرار داره که خیلی از کشورهای مثلا آمریکای لاتین توش قرار نداشتن خیلی کشورهای مثلا عربی و شیخ نشین درش قرار ندارن همین ولی فکر نمی‌کنم که این فرخا اونچنانی باشه که مثلا نتونیم تعریفی بکنیم از اینکه این انقلاب به کجا میخواد مسیرش ختم بشه من نظر خودم بگم قبل از اینکه سوال بکنیم من چیزی که حالا خیلی منشوری این مدت اصلا واقعا هر موقع که بیکار میشه میشم مستعد کنم میکنم چیزی که خیلی کامنه اون چیزی که خیلی توی تمام انقلابای مختلفی که من در موردش میخونم و میدیدم و اینا وجود داره فشار اقتصادیه یعنی یکی از مشکلات در واقع 57م حالا در کنار بذاریم خفقان سیاسی که وجود داشت اه... به خاطر رشد خیلی سریعی که ایران شروع کرد داشتن یه فشار اقتصادی خیلی زیادی رو همه اومد و همه داشتن اذیت میشن من احساس میکنم یه کاری که جمهوری اسلامی واقعا خوب انجام داده تو این مدت اینه که آدما رو آستانی تحمل آدم ها رو نسبت به فشارهای اقتصادی خیلی برده بالا یعنی احساس میکنم که قبلا اینطوری بود که آدم زندگی حالا مدل دیگه ای داشتن که فشار اقتصادی خیلی بیشتر روشون تاثیر میذاش الان ما مثلا موقعی که دلار شد سه تومن و گفتیم بشه ده تومن دیگه مثلا میتره که خیلی برگشتن را. از همون یعنی دیگه مثلا 50 تومن شده الان داریم در موردش جوک میسازیم یعنی حالا ما که نه در واقع میبینیم که آدم ها در واقع جوک هم در موردش میاد بیرون و خب آدم دارن تقریبا دارن زندگیشون رو میبرن جلو حالا با هر مشکلاتی که هست اینقدر مثلا به ما گفتن فلانی مثلا نون و خورما میخورده اون که نون و نمک میخورده میدید چی میگم یعنی اینقدر توی مغز ما منبت کاری کرد اینو ریز ریز کاشتن که آره آدم باید قانه باشه و مثلا فشار اقتصادی چیزی نیست خب مرغ نخورید خب مثلا گوشت نخورید میگم می به نظر من تنها چیزی که هست اینه که این فشار اقتصادیه واقعا نمیدونم این آستانش کجاست ولی خیلی بالاتر از اون چیزی بود که من حداقل فکر میکردم یعنی من دلار ده تومن میگفتم دیگه تمام واقعا من این کامنت کوچیک میتونم بدم قبل از شما ببین م... یه کوچولو میخوام باهات مخالفت بکنم به نظر من آستانه تحمل مردم تو شرایط اقتصادی نیست توی این خشونت عجیب غریبیه ببین یکی از چیزایی که واقعا بعد بهش پرداخته بشه اینه که تمام انقلاب هایی که الان ازش اسپوردیم در مورد بهار عربی گفتیم راجع به اتفاقات ونزوئلا اتفاقا چند روز پیش توی کلاب هست توی روم بودم دکتر نانوری حقیقی حقیقی نانوری در مورد ونزوئلا صحبت کرد و اتفاق نامبر حقیقی. نامبر حقیقی من هیچ وقت این چیزو نامبری حقیقی نه نامبر حقیقیه نامبری که هست خب پس آره همون حقیقه. پس هم راجب ونزوئلا داشت صحبت می کرد به خاطر اینکه خب حالا راجبه همین کنفرانس مونیخ صحبت بود کنفرانس مونیخ هم از اتفاقات مهم هفته پیش بود آره کنفرانس مونیخ داشتن صحبت میکردن حالا مثال ونزوئلا زد یکی از حالا اون که تیک انداخت تیکایی که انداخت این بودش که البته خب مثلا این رهبر اپوزیسیون ونزوئلا خیلی جالب بود میرفت میومد کسی هم بش مش که کاری هم نداشت این حرفا ببین این کسی باهاش کار نداشت درش یک تاریخ از خشونتی که جمهوری اسلامی نسبت به هر کسی مخالفت کرده نهفته نه خب یعنی اینی که کسی بهش کاری نداشت خب بله شما از بچه چند چه میدونم دبستانی رو مزدوراتو میان تو خیابون کتک میزنن میکشن میبرن می هزار بلا سر بچه مردم میارن گم و گور میشن بچه مردم میکشین جنازهشون رو میان تحویل میدین این ببین واقعا یه قسمت کمش ممکن آستانه باشه یه قسمتش واقعا این این خوشونت هست به نظر من. ست... ببین ترس که واقعا یعنی استادش ترس دیگه من موقعی که ایران بودم واقعا من هر موقع که شب... مدتی که ایران بودم شبایی که به کار میگفتم ما داریم میریم بیرون من کارو خدافزی میکردم یعنی با... بر این باور که شاید من دیگه نیام امشب یعنی با اینکه اطراف خونه بود یعنی اطراف همون محله خودمون هم بودیم ما زیر و بمش مثلا دیگه در آورده بودیم همه چی می‌دونستیم دوربینا کجاست کجا و بریم کجا نه بریم ولی من هر دفعه اینطوری بود که خب من رفتم خدافظ یعنی تا اطلاع ثانوی فعلا نیمانی دیگه وجود نداره این ترسی که 100 درصد وجود داره یعنی ترس از جمهوری اسلامی و به خاطر جنایت هایی که کردن که صد درصد هست صد سال 88 دلار چقدر بود؟ یادمونه؟ من واقعا یادم نیست هزار؟ 86 و استاد اونجا دیگه چقدر؟ نزدیک به هزار بوده. آره اون موقع جنبش سبز که بود میلیونی که توی خیابون بودن چند روز اگه ادامه پیدا میکرد خودشون میگن میافتاد حکومت چون میلیونی بودن تنها چیزی که باعث شد نیفته اینه که همین خوشونتیه که go now let's go off یعنی اقتصاد اون موقع خب به مراتب الان وضع مر... مردم از الان در مقایسه بله. با اون موقع بدتر شده صد درصد خوشونت نبود 88 افتاده بود همینجوری برو عقب اون موقع محرک اصلی که مردم اومدن تو خیابون اقتصاد نبود یعنی نبود اصلیش منظورمه ها به قول درسته. ایشون 98. همیشه اقتصاد یکی از محرکین اصلی ولی دلیلی که اون میلیونی اومد بیرون هم نبود واقعا مثلا نه. یه ایرادی که به جنبش سبز میگرفتن میگفتن که مال طبقه متوسط بود و بله. حمایت طبقه مثلا فرودست رو نداشت چیز نبود الان خب الان همه وسطن هستن دیگه نه 96 هم که اساساً به خاطر اقتصاد مردم اومدن توی خیابونه و بعد, بعد 98 از دستشون در 96 که خودشون را انداختن و آره. بعد در رفت از دستشم. نه من واقعا یعنی هر چقدر بیشتر بهش فکر میکنم چون خب میدونی آدم با آدم های مختلف صحبت میکنه ناخداگاه مثلا همش بحث این هستش که مردم برن تو خیابون نرن تو خیابون انقلاب از خیابون در واقع برنده میشه و این حرفا ولی خب واقعا این خوشونته فقط میکشن آخه اصلا یعنی ببین یه چیز جدی دارم بهت میگم بری انقلابهای های دیگر هم در موردشون تالا افتادی روی مستندا بری نگاه کنی و این حرفا اصلا این حجم از جنایت این حجم از قصاوت آخه ببین مثلا جنایت هم هم که تو مثلا یه نفر رو جلوته مثلا تیر بزنی بکشیش جنایته قصاوت یعنی اصلا خدشدار میکنه روح آدم ها رو کاری که میکنن این واقعا آدم باید رفته باشه تا بفهمه این ترس یعنی چی یعنی من واقعا آمان، قبلش اینطوری بود که خب من قبلش اولین باری بود که در ایران بودم و این اتفاق داشت میافتاد مثلا 88 ما از فیسبوک دیدیم واقعا آمان. چه اتفاقی افتاد همشو چه میدونم 96 و مثلا نبودم بازم از فیسبوک و اینستاگرام و توییتر و اینا دیدیم همه اینا من اولین باری بود که در ایران بودم و هیچ وقت من انقدر نتر یعنی واقعا ترسه یه جوریه که بدن آدم رو گفت میکنه اینو من هیچ وقت هر... هر, کسی میگه ترس نداره رفتم بیرون تو خیابون مطمئنم تا حال نرفته و مواجه نشده با یه سری عقده ای که توفنگ دستشونه آره مشکلش اینه که مثلا چون ما بریم دیکتاتور آرژانتین رو ببینیم دیکتاتور شیلی رو ببینیم اینا اونا ایدئولوژی به این شکل اینا پشت قضیه نبوده اینا چون ایدئولوژی دارن ابزار خیلی قدرتمندی اید بله. بله. آقا شما دارید میری محاربه با خدا رو میکشی برو بکش از بچه کوچیک بگیری تا هر کی که آره دیگه یارو آره به خودش میباله آه. حس خوب گفتیم دیگه توی قتل رو که رفتن مسله بکنن یارو وضو گرفته رفته بله. رفتن بریدن گذاشتن رو قبله با حس خوب دیگه آره واقعا یعنی یک اشخاص خاصی میخواد این کارها رو بکنن یعنی واقعا یه آدم عادی که مثلا داشته تو خیابون راه میرفته من به نظرم میاد نمیتونه همچین جنایاتی رو رقم هم هم همه جمع شدن جمهوری اسلامی خداحکیدی یعنی دیگه همه تیفی داره دیگه واقعا جمهوری اسلامی تو خودش همه جوره پرورش داده همه جوره شستشوی مغزی کرده ببخشید که نه نه من صحبت فقط سی یه کار خیلی خوب جدیدن یعنی من دیدم که امروز یکی از دوستانم گذاشته بود که با یکی از کسانی که زندانی بوده صحبت کردن که اتفاقا اجازه داده بوده که در واقع هویتش مشخص باشه یعنی نشسته صحبت کرده ببینین اون دیگه یعنی یک شخص زنده که از این, ج... از این خونه امن به اون خونه امن داره فرار میکنه که پیداش نتونن بکنن از بلایایی که به سرش اومده میتونم بپرسم پر چیه داست یه ز... زندانی بودن چندی ماه هم... همین بله 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 فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم گفتن که در آذر آزرما... در آبان ماه مثل اینکه دستگیر شدن من من نتونستم کلش ببینم یه تیکش که توی اینستاگرام این دوستم بود دیدم بلایی که به سرش اومده و میگم خودشم گفته من اصلا ترسی دیگه ندارم چون آب اصلا گذشته و میشینه بدون اینکه صورت شطرنجی باشه یا هر چیزی صحبت کنه بله آره. دیگه این هم یه نمونه ما که میدونیم چه اتفاقاتی داره میفته ولی هم. یه نفر دیگه قشنگ نشسته و داره صحبت میکنه با یه در واقع رسانه مینستریم برگردیم من مذارت میخوام نه 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 اصلا این بحثا رو من خودم خیلی دوست دارم ولی اینم هم... خیلی دوست دارم اینم خیلی دوست دارم. آره. ام... حالا چندین و چند تا اتفاقات خیلی مختلف افتاد از همون تقریبا اسفند اسفند ماه که انقلاب به وقوع پیوست کوچولو کوچولو این اعتراضات و تجمعاتی که بود اتفاق می افتاد اونقدر هنوز عوامل جمهوری اسلامی یه حالا شاید قدرت نگرفته بودن تا قبل از دیگه حالا اون آریانه معروف یا اینکه هنوز خودشونم کنترل اوضاع به طور مشخصی دستشون نبود ولی به هر حال دیگه از مثلا تابستون 58 تمام این قدرتی که داشتن معطوف کردم به اینکه هر مدل اعتراض و تجمعی که اتفاق میفته ریشش رو کلا بخشونن ریشش رو بزنن هشتم آبان 58 به این حذف قانون حمایت خانواده زنان خیلی زیادی میگم بیشتر زنانی که توی سمپ های مختلف بودن اعتراض کردن که به خاک و خون کشیده شد و خیلی هم دستگیر شدن این اولین دیگه مواجهه نظام جدید بود با مثلا یه تظاهرات مدنی از اون موقع آه. شروع کردم به کش و ببین کشتار دیگه حالا اون موقع مثلا خب یکی از کارهایی که با زنانی که به حجاب اجباری اعتراض میکردن این بودش که پونز میزدن به پیشونی هاشون رد که میشدن می پونز میزدن تو فرق سر زنان مامانم کارو کردن. آره تو خیلی شهرهای بزرگ یکی از چیزایی که میکردم مثلا واسه اینکه حالا شیم بکنن یا دردم حتما داره دیگه این, این خونه بودم من. آره ببین کشدار بیشتر دستگیری میشده و حالا در واقع ارعاب و کتک زدن و این حرفا میگم که اون اون تجمعی که بر علیه حجاب اجباری شده هفتش نفرن به عنوان مثلا لیده کاری که همین الانم هم میکنن دستگیر کردن و بعدا هم مثلا رو با مثلا چهار و چادر و اینا گذاشتن روزنامه ها که اینا چیز کردن توبه کردن سناریو, دیگه و همون, سناریو. آه همون سناریو همون سناریو دقیقا همون سناریو هستش قانون الزامی بودن حجابم که گفتم سال شست دیگه به قانون تذیرات اضافه شد خب با همه این چیزهایی که توصیف کردم جنبش زنانی دیگه وجود نداشت دیگه جنبش زنان دیگه پروندش اینجا بسته میشه یه جورایی ولی خب محافلشون و زنان خب به خاطر اینکه اولا خیلی از کسانی که فعال بودن به خصوص توی سالهای آخر دیگه محمد رضا پهلوی و قبل انقلاب که مهاجرت میکنن یه اتفاقی که خیلی در واقع مهاجرت که فرار میکنن عملن. ببین خیلی هاشون کسانی بودن که اساسا قبل از انقلاب هم توی کشور اروپایی داشتن زندگی میکردن همون ماهای اول هنوز درهای مملکت باز بوده دقیقا اون کسایی که متوجه شده بودن که چه کلاه گشادی به سر ملت رفت محا... حالا میگیم می مثلشون مهاجرت به خاطر اینکه انقدر هنوز شرایط بغرنج نشده بوده ولی بعد فرار دیگه در بقید. بعد بعدم, بعدم شروع شد بعدم بندانو بندانو که دستگیری ها پاکسازی ها شروع شد دل پاکسازی ها شروع شد همون سال ها اعدام ها شروع شد و این حرف ها ولی به هر حال اون کسانی که موندن در ایران محافل دوستانش رو نگه داشتن حالا اتفاقا اینو نوشتم حرف جالبی میزنند در مورد این محافل خانم خدیجه مقدم که از فعالین حقوق زنان بودن اینطوری شرح میده این محافل میگه اینا محافلی بود چیزهایی که نمیشد هیچ جا بخونی و ببینی رو در این محفل ها ما بر هم دیگه تعریف میکردیم حتما یک حقوقدان در جمعمون دعوت میکردیم و پیشرفتی که در مورد حقوق زنان در ایران وجود داشته از این هشت مارس تا هشت مارس بعدی مرور می کردیم که حالا به قول خودش خیلی دستاوردی هم نبوده به خصوص سالهای اول پیشرفتی نبوده بعد شیر می خوندیم سعی می کردیم اون تراوت خودمون رو حفظ بکنیم و همیشه مجلس رغز و آواز داشتیم نه به معنای پایکوبی حتی من گاهی احساس میکردم که وقتی دارم با یکی میرقصم بهش لبخند می زنم همونجا اشکمون در میاد این محافل و اینا حالا کسانی بودن که در واقع زنانی از حزب چپ زنان ملیگرا چون اتفاقا فروهرها هم شروع میکنن از همون سال شست محافلی رو دور هم جمع کردن از همفکران که به حال اینا توی این محافل ها حتما تبادل نظر میکردن تبادل اخبار میکردن و به این صورت سوالی ندارین دوستان نه جالبه موقعی که داشتی اینو میگفتی احساس کردم که چقدر شیرین بوده یعنی براشون این محفلا و مثلا پناهگاه بوده ببین پناهگاه بوده که خیلی خیلی نیاز داشتن پناهگاه بوده خودشون آره ببین واقعا پناهگاه بوده کلمه پناهگاه رو یه جا خوندم که یکی از فعالین گفته بوده پناهگاه همون بود این محافل چون فکر کن تو به مدت دو سه سال آخر قبل انقلاب مثلا سال پنج و پنج پنج و شیش، زندگی سیاسی تعریف شده بوده توی این نشست هایی که داشتی با حالا کسانی که هم فکرت بودن یهو ها هم همه اون چیزا که گرفته میشه هیچی همه اون اتفاقاتی هم که فکر نمیکردی بیفته افتاده قافیه هم که باختی به ملاها واقعا من درک می که نوشته بودن که تبدیل به پناهگاه شده بوده پناهگاهشون بوده بحث فروهر شد اسم کوچیکشون آقای فروهر؟ اسم از من برسیم بچه همه کنید وزیر دولت بازرگان بوده دیگه و همسرشون خانوم پروانه اسکندری درست میگن تنها شخصی بوده که توی کابینه بدون هجاب ظاهر میشده. داریوش فروهر بله دار... من آره داریوش فروهر وزیر دولت بازرگان بوده با. بعد خانومش بدون حجاب توی کابینه میومد که کابینه جمهوری اسلامی ها خیلی حرفه تنها کسی بوده که اینجوری میرفته که البته دیگه خب اون برا هم سر یکی از چیزایی که من چندین جلسه از خیلی دوست دارم استوارم از نمیدونم دفعه پیش از الیز ساناساریان ساناساریان اثبت ببریم حتما چون بسیاری از حقیقتی که تو این زمینه ها شده در مورد جنبش زنان ایشون انجام دادن استاد علوم سیاسی هستن و کتابشون بسیار ارزشمنده یعنی همه اطلاعات ریز و درشت یادم نبود که اسم برده بودم اون دفعه اول ازشون حتما میخواستم اسمشون برده بشه چون به نظر من ارزنده است کاری که آدم ها میکنن این منابعی رو که در اختیار قرار میدن احتمالا سالهای سال بین کلی مدارک و اسناد یه مقاله 800 کلمه‌ای میخوایم بنویسیم ها بعد تحقیق بکنیم این کار ساده نیستش میتونم بستم در قده حیات هستن یا نه؟ بله آه. همین اه اه شخصی که خانم سانا بله بله بله, بله, بله. کتابی هم که نوشتم خیلی قدیمی نیست اگه بگید اسمش هم که عالی میشه خدا منو پیدا میکنه سالسه اسمش رو ببین تو پیدا میکنم تو تو های قبلی نوشتم برات میخونم اگه پیدا نکردی الیز ساناساریان بله ام در مورد ادام های دهه شست خب یکی از مطرحترین ترین چهره های حالا زنان ما به این داریم میپردازیم فرخ روی پارسا هستش که ادام شد جزوی؟ وزیر اه، زمان محمد رضا شاه بودن آه. اه، وزیر،, 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 بودن اولین وزیر زنه <applause> کابینه بودن بله, بله من فقط اینو بگم جنبش حقوق زنان در ایران ممنونم جنبش حقوق زنان در ایران بسیار واقعا یعنی میخواستم اینو حتما بگم که من دوست دارم که تقدیر بکنم از کسانی که تاریخ در اختیار قرار میدن بله فراخ روی پارسا که خب اولین زنی بودن که به وزارت میرسن ادام میشن و حالا زندانی های سیاسی خیلی زیادی و در کنارش که میدونین من الان همش دارم تحقیق میکنم در مورد بلایی که به سر زنان ساکن شهر نو اومد بله. چون ریشه رو دیگه ریشه یعنی گفتن که ما میریم توی ایران هر گروهی که آسیب پذیر تر هستش رو اینشکی ریشه رو میزنیم یه اپیزود رو چون بریم اگه واقعا این کار رو بکنیم که خیلی خوب میشه خیلی چون خیلی. واقعا من خودم به یک من به آشتی ملی خیلی اعتقاد دارم و الان که تاریخ رو میخونیم حالا تقصیر کار اصلی نظام جمهوری اسلامیه ولی ملت هم خیلی جاها متاسفانه پشت هم دیگر خالی کردن به خصوص اون سالها به خصوص در قبال گروه های آسیب آدما ها پشت هم رو خیلی بد خالی کردن حالا در مورد این میتونیم بعدا صحبت بکنیم ولی واقعا به یه ملی نیاز داریم برای اینکه فقط اینو بپذیریم که به بعضی خیلی بیشتر ظلم شده این اصلا جام به کسی نمیدن من بگم من به هم بیشتر ظلم شده نه مثلا کار رو نه تو یه خود کمتر ظلم شده جام که نیست مثلا چیز خوبی هم نیست ولی واقعا یه جای بد بپذیریم که به همه ظلم شده چون نظام جمهوری اسلامی یک نظام دیکتاتوری هست که ظلم میکنه ولی به بعضی خیلی بیشتر ظلم شده و من فکر میکنم واقعا بعد اینو یه جای دیگه بپذیریم در موردش صحبت بکنیم و بعد حالا نقشی هم که میتونستیم هر کدومون بازی کنیم برای جلوگیری کردن از این ظلم و باز بتونیم در موردش صحبت بکنیم اون یه اپیزود حتما من ببخشید اینا رو چون گفتم دارم میخوام از توش رد بشم محافلی که برگزار می اون زمان همین محافلی که گفتم دهش هست بیشترش خب از سمت زنانی که به احزاب چپ تعلق داشتن خب احزاب چپ کلا هم سیستم سازماندهیشون خیلی بهتر بوده و هم خیلی تعدادشون بیشتر بوده یعنی منظورم از تعدادشون بیشتر بوده که از نظر اعضا بزرگتر بودن خب ولی در کنارش مثلا مهرنگیز منو شهریانیشون وکیل بودن خیلی مثلا محافلی برگزار میکردن که در مورد همین مثلا محافل حقوقی اصلا بهشون گفتم محافل حقوقی راجع به حقوق و قانون و اینا صحبت میکردن با آدمایی که می اومدن و بعد میگم ملی هم که سردمدارشون خانم هر بوده بله در مورد ها با ما ناطقه هم که صحبت کردیم و این از این یه اتفاق خیلی مهمی که حالا دهشت افتاده اینه که زنان تبعیدی به قول همون کسایی که فرار کردن اونام شروع میکنن خارج از مرزها محافل و تشکیلاتی درست کردن امه. که حالا همین محافل و تشکیلات مهمه که اینجا بهش اشاره بکنیم چون اون وقت نتیجهش رو در دهه هفتاد شمسی و بعد یه مقداری هم دهه هشتاد میبینیم که محافل و تشکیلاتی که کسانی که خارج از ایران بودن تشکیل دادن باعث خب یه سری ساز و داخل مرز شد به خصوص از سمت زنانی که نزدیک به قدرت بودن زنان مثلا کسانی که یعنی مثلا معتقد به جمهوری اسلامی بودن باعث شد که اونام فکر بکنن که ما تشکیلات خودمون رو باید داشته باشیم در تقابل با اتفاقاتی که خارج از مرزها داره میفته و در تقابل با اون گفتمان زده انقلاب که معروف دیگه همه هر کسی با جمهوری اسلامی نبود زده انقلاب بود میتونیم راجبش صحبت بکنیم حالا اگه اجازه بدین اگه سوالی دارین لطفا چون من یه سری چیزایی که فقط ریفرنس اینجا نوشتم بخونم. یه سوال من بپرسم حالا شاید اصلا بحثش اینجا نباشه اگه نیست بگین که مثلا ابزار بعدی در مورد صحبت میکنیم از چی شد که جمهوری اسلامی جا افتاد یعنی خب اوایلش همینطوری هی جنگ جنگ بود واقعا همین جنگ گفت بر همین جنگ, نمیگن. جنگ. جنگ آره آره جنگ نمت هست اتفاقا حالا الان یه دقیقه میخوام اشاره کنم به همین گفتم دهه شست فقط دهه عذابه حالا بوت می‌کنیم فکر میکنن آدم <تصفح> پوری بوده نه میدونسته چی کار داره میشه نریده <تصفح> نزداشتن دیگه باید کود بود. نه واقعا آره ولی خودشون میدونستن دیگه جنگ چون از جنگ, جنگ استفاده بوده. کردن برای سرکوب تمام مخالفاشون آه. یعنی چه حالا مجاهدین چیز ایدئولوژیکه که خوبی بود براشون بله هر ملیگر هر کی که فکرشو بکنی به بهونه جنگ اینا کوبیدن فراج این پای من شکسته باور کن این بله این هی میزنی رو موچم یه ذره درد میگیره منم که از این به این زانو سالمه نه 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 به این زانو من دو تا هرلاین فرکچر دارم روی این موچه پام آره احساس فوتبال هست نمیتونم شد آفیه بردی شد سه تا دیگه به قول کار من ملاحظت رو میتونم بفرم ببخش ببینید اتفاقا حالا جنگ که میگن خود جنگ همه احزابی رو که همون موقع دیگه زیر زمینی شده بودن و اجازه فعالیت نداشتن زیر زمین ترک کرد هیچی حقوق بیشتری هم باز از اخشار آسی پذیر گرفت به خاطر اینکه هر کسی هر حرفی خارج از گفتمان جنگ میخواسته بزنه باز بهش میگفتن جنگه ما الان بچه همون نرفتن شهید بشن که تو مثلا در مورد این حرف بزنی جنگه این میدونه یعنی خیلی خیلی اتفاق خوبی بوده اتفاقا و میگم خودشون شروع کردن آره؟ دیگه میگن شروع کننده جنگ بله خودشون بودن من سوال در... کردی سوال کردی یک کلمه بود همه یک, یک, هم یک کلمه جواب دادیم آه آه یعنی بعد از جنگ هم دیگه یعنی همه خوابید و همه دیگه ساختن سازندگی. سازندگی اون موقع تازه رفسنجانی میاد شروع میکنن سازندگی آه همه آه. ساکت که بسازیم بعد خاتمه میاد گفتگوی تمدن رو سر کار بودیم این بحث کانتکست و اینا شده بود یاد چیز افتادم این داستانه این که ماها رأی دادیم مثلا من به روحانی رأی دادم ده. اگه کانتکست رو آدم نگه مثلا الان یهو بریم بگیم که این به روحانی رأی داده مم. ما که اصلا طلب مزم... الان هم مشکل نه, نه، نمیگم مشکل داره نگیم چه مثلا شرایط رو توضیح ندیم خب. نه اصلا کانتکست خیلی مهم خیلی همیشه مهمه آره آره ولی برمیگره به همون آشتی ملیه دیگه ما دی... از یه جایی باید قبول کنیم که آقا هر کسی نظرش برگشت نظرش برگشت حالا ما بیایم بین کسایی هم که حتی مینی حتی اینطوری نیست که نظرش الان برگشته اون موقع هم صد درصد با جمهوری اسلامی موافق بوده ها من ولی تا یه جایی ما باید پافشاری ما دیگه بزنیم کنار چون که بین خودمون میفتیم به جون هم دیگه خب اتفاقی که متاسفانه یه مقدار افتاده دیگه مرحب. ببین چند روز پیش اتفاقی که از اکانت های توییتر از این پولا گذاشته بودن آمار میگیرن که ام بعد از چه اتفاقی کسی که تبدیل به برانداز نشد دیگه جای شک داره وسط خب بعد حالا چهار تا گزینه که داده بودن فکر کنم اتفاقات 96 بود آبان 98 بود سرنگونی هواپیمایی پیما. هوا نه ببخشید 88 بود آره 88 بود اتفاقات 96 بود آبان 98 بود و سرنگونی هواپیمای اوکراینی که من که رأی دادم بیشترین چیز مثلا بالای 40 خورده درصد مال آبان 98 بود که یعنی 88 نبود نه 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 مثلا خیلی ها گفته بودن ببین سوال آخه خیلی به نظر من خیلی هوشمندانه بود که بعد چه اتفاقی دیگه اگه کسی برانداز نشد نه اینکه مثلا نظرش برگشت برگرد. نسبت اصلاح طلبی مثلا برانداز نشد برای جای شک داره اون آدم دیگه که میگم یه آبان 98 بود بله بیشترین درصدی که حالا اون موقع نمیدونم مثلا چقدر از پول گذشته بود و چند نفر رای داده بودن ولی اتفاقات اخیر اصلا هر کسی اومده قبول نداشتن تو دیگه الان دیره نه 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 الان مثلا میگن دیره یعنی مثلا تو چیزش این بود که دیگه بایده. آره نقطه عطف مثلا حداقل مثلا این آدمی که این پول گذاشته بود این بوده که دیگه حالا تا سرنگونیه هواپیمای اوکراینی آره ولی مثلا جالب بود میدونی یه چیزی هستش که همه داریم بهش فکر میکنیم که ولی به قول تو اینی هم که همش بخوایم بپردازیم پاوش موان نکنیم خطرش بس خودمون یه چیزی هم اصلا احساس میکنم براندازی درجه داره یعنی آدم ها مثلا من مطمئنم که حد مطمئنم که 90 درصد جمعیت ایران از شرایط ناراضی هن. حالا چه با حکومت چه بی حکومت الان خوشحال نیستن از اتفاقی که افتاد ولی این براندازی هم واقعا درجه داره یعنی ما خودمون تو خود دیگه یه جا که در واقع یه فکر کنم سر هاپه ما بود دیگه که دیگه اومدیم مستقیم گفتیم که آقا دیگه اجازه بدید که اون ادبیاتمون رو عوض بکنیم م. نسبت م. به حال جمهوری اسلامی ولی واقعا حالا حداقلش برای خود من باز بعد هواپیما با آره مرات نه, نه خب ترس آره خب بخاطر آره من خودم حالا شخصا چند بار رفتم ایران او... و حالا میگم ترس واقعا یکی از کسایی که پسر هستن و از ایران خارج میشن واقعا اون ترس رسیدن به اون یارو که چیزتون نگاه میکنه نه حالا باز ورود رو میگی که دیگه حالا هر چی خروج اون کسی که پاسپورت رو نگاه میکنه که آره. تا بفهم تو خانوم هم 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 که تو آقایون خانوما هم همینطوریه که ممنوع خروج هستی یا نیستی اون رفتار اون طرف با تو واقعا صحنه وحشتناکیه زنا که خیلی هاشون ممنوع خروجی از طرف همسراشون و اینا رو هم بعد نگران آره. باشن چون سوالایی که جدیدن توی سوشال میدیا بعضی من باز احساس میکنم حتی یه مقداریش همون پروپاگاندای جمهوری اسلامی ولی سوالایی که میگن هی مرد دارن میام میکنن زنمون رو چجوری ممنوع خروج بکنیم مثلا پاسپورت دوم داره چیکار کنیم و این حرفا <تصفح> اونم دیگه یه چیز اضافه بار اضافه است بار روحی اضافه است ترس ولی من نظر اینه که هر کسی تو هر مقطعی نظرش عوض شد واقعا باید قبولش بکنیم. آره تا زمانی که جنایت نکرده باشه باید قبول بید. بیاد صحبت بکنه بیاد عضوی از این انقلاب و خیزش من فقط یه پوک, پوک میتونم بکنم تو این چیزی که در مورد براندازی فعلاً. گفتی ببین آره براندازی درجات مختلف داره ولی کسی که فقط از شرایط ناراضیه که اون قسمتی از شرایط که باعث ناراضی شده مثلا نارضایتی شده نارزایتی شده, نارزایتی شده، فکر کن اقتصاده اه. اگر همین امروز ولی اقتصاد بیاد درست بشه و بخواد تو همون مت دوباره ادامه بده برانداز نبوده، فقط ناراضی بوده <applause> ناراضی که تو همین کاناداشم که الان در مدهش گفتیم که چقدر راحت میان آدمو گفتگو میکنن، ناراضی هستن هر پنج شنبه سر هم توی هایوی میان وایمیستن آره؟ پو پول، سر پول به نظر من ناراضی بودن برانداز نیست تو همیشه از شرایط شرایطی که درش قرار داری میتونی ناراضی باشی و ولی مثلا به محض اینم که اون قسمتی که باعث نارضایتی شده یه کوچولو بهتر بشه تازه به ایدالت نرسه از اون حالت ناراضی بیای بیرون من, من گیلتی هم نسبت به این قضیه واقعیتش یعنی من مدتی بزاره. که استریم میکردم همیشه تا بحث یه موقع بحث شده بود که میتونیم بیاین سربازیتون رو بخرید 200 چقدر 25000 دلاری هم چیزی همین چند وقت من مثلا اون موقع اینطوری بود که میگفتم که اگه که واقعا سربازی منو مجنون کنه من خیلی ممنون میشم و یعنی تو استریم هم از جوک یعنی به شوخی میگفتم ولی الان به این باور هستم که حتی شوخیش هم اون موقع قشنگ نبود با یه حکومت با یه حکومت آدم کشه بچه کشه هزار تا جنایت کرده که تو نمیه مثلا به یه آقا رو بیاین سربازی منو مجای کنین دمتون گرم. نه تو دوباره داری گذشته رو با دانش نه نه میدونم یعنی میگم که من مستقید. الان نسبت به اون کاری که کردم الان فهمیدم که اون کارم درست نبوده. به نظر من بوده <تصفح> <تصفح> مشکلی نداشت. نه همون برمیگرده به همون اورنسه دیگه که چون ببین همون موقع خیلی هم چاره میشه آره پاشه پاداره فقط دیگه این ام... اون یکی که جمع کردم دیگه اینو م... بزنم پناه اینمون هم میزد میشکست م... دور میشه مثلا ام... ببین این همون اویارنس هست به خاطر اینکه همون زمانی که ایمان شاید به قول خودش به عنوان جوکینو میگفته همون موقع خیلی ها بودن که دیگه حتی قائل به جوکش هم نبودن میدونی برمیگرده به اینی که اون زمان ریاکشن آدم چه کسانی رو میتونسته آزار بده میدونی اون اوورنس او 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 هست یه چیزی به نظر من شخصی و من یه دفعه دیگه هم توی یکی از اپیزودا که صحبت راجع گوش کردن مردا شد اینا باز در متن گفتم الان میخوام بگم این خیلی به نظر من مهمیه که آدم خودش رو بتونه نقد بکنه من البته نمیخوام چون من خب اصلا لازم به نقد نیست اشتباه در من من اصلا اشتباه در من نیست ولی واقعا به نظر من یه شخصیت به خصوص میخواد که آدم راحت خوش رو نقد بکنه و بعدم بپذیره حالا اینی که چقدر اون زمان میتونست فرق بکنه نظراتت نتیجهش تغییر میکرد یا نه به من دیگه اصلا قابل بحث نیست اتفاقی که افتاده با تماشا اگر با. که دانش میگم اگر که شاید بیشتر وقت میذاشتم روی مثلا یه سری بیشتر مطالعه میکردم بیشتر مستند میدم یا شاید سیاست واقعا من اینو همیشه میگم تا قبل از محسا امینی سیاست برای من اصلا اهمیتی نداشت اصلا دوست نداشتم برم سمتش نه آدم سیاست, مال خر بود آره نه نه آدم سیاسی بودم نه دوست داشتم در موردش بدونم نه اصلا علاقه ای داشتم آقا یه نفر به سیاست علاقه ای نداشته باشه یه به قول حالا این کسایی که مافیا بازی میکنن یه شهروند خیلی ناگاه بودم ولی خب بعد از محسامنی و جنراتی که اتفاق افتاد سعی کردم رو عوضش کنم به خاطر همین شادم الان واسه همینی که اینجا دارم زجه میزنم که آقا هر کسی بعدا اومدم قبولش بکنید میتونی یعنی دوست خودمون تو اون تو جا ولی به نظر من, الان وقت دعوایی نیست دیگه من خودم راستش تا همین چند وقت پیش یه خود به دیده شک بینی که میگفتن مثلا از بدنه خود جمهور اسلامی هم که ریزش پیدا میشه بپذیرین مثلا یه آره. گفتمانی بوده که بین چهره ها هم بوده این مدت خب من خودو با شک نگاه میکردم به خاطر اینکه با خودم فکر میکردم که اون کسی که توی سیستم و بدنه بوده با یه آدم معمولی ناگاه یا حتی آگاه خب فرق میکنه ولی بعد به این رسیدم که هر کسی و هر چیزی الان باعث بشه که این سقوط جمهوری اسلامی رو تسهیل کنه و سرعت بهش بده به خاطر اینکه خب ما همش داریم هزینه های جانی میدیم میدونی این هزینه ها رو بتونیم بیاریم پایین و پذیرفتش اینی که بعدش بله یه سری دادگاه های عادلانه باید به وجود بیاد که آدم ها محکوم بشن و مثلا امروز حرفی که در مورد سازمان مجاهدین خلق زدم این بودش که گفتم ما که نفهمیدیم چرا از لیست سازمان های تروریست 2012 دو خارج شد گفتن ده سال بود عملیات تروریستی نکرد و اصحه ندارن خب یک دیگه در... که دارن اون موقع, دارن. موقع گفتن اصلاحه همونو دیگه مثلا حالا میدیم بره خب ولی خب واقعیت این هستش که مثلا مثل قانون کپی رایت نیستش که چند سال ازش بگذره دیگه ووید بشه که آره جنایتی که اتفاق افتاده یه جایی بعد محکوم بشه میدونی مثلا خب حالا مسئله همینه حالا راجع به این بدنه الان خودم میفهمم که خب نه میدونی بعد پذیرفت ولی خب در عین حال همیشه به این فکر با... کردش که فردای آزادی اینطوریه که خب بعد جوابگوی اون جنایتی که کردن حالا اندازه هر چقدر هست باشن آره آب توبه نیست. خود انقلاب نفس انقلاب آب توبه نیستش که هر کسی مثلا دیگه میاد توش مثلا ما بگیم خب دیگه شما همه گناهان قبلیتون پاک شد به خاطر اینکه مثلا قدم برداشتین مطمئنا میشه که ازش تشکر هم کرد. ولی خب اون جنایت اون وقت هست. بله. من اینا رو فکر میکنم بیشترش رو گفتم. حالا یک دو تا چیز کوچیک بود که جالب بود نوشته بودم. آها مثلا راجع به همین موزگیری هایی که در مورد عمده و غیر عمده گفتی آه. مطالبات عمده و غیر عمده خب در مورد ایشون هم چند جلسه پیش صحبت کرده بودم شهین نوایی ایشون هم از مؤسسین اتحاد ملی زنان بودن وابسته به گروهای به احزاب چپ و یکی از کسانی بودن که باز مثل هماناتق بعدها گفتن که ما توی محاسباتمون اشتباه کرده بودیم ما خیلی فکر کردیم که خیلی زیاد اعتماد کردیم همون موقع که بحث هجاب اجباری شد ما باورمون نمیشد که بعد از این همه از خودگذشتگی هایی که زنان یعنی جنبش زنان مثلا به انقلاب کرده و اتفاقاتی که از سر زنان گذشته یه نفر میاد و یه همچین بلایی به سرمون میاره ولی به هر حال در مورد موزه هایی که نسبت به اعتراض ها شده چه در مورد حجاب اجباری چه در مورد قوانینی که یکی یکی داشت خط می خورد ایشون هم میگه که بعضی از گروه ها موزه مشخصی نمی کردن چیزی که میگن اینه که برای بسیاری از فعالان زن که تعد تاثیر نگاه احزاب سیاسی بودن مهم بود که علیه دولت در اون لحظه موزه نشه اونایی هم که حامی این اعتراضا بودن از یه جای به بعد نمیدونستن بعد چی کار کنن اینا همون زنانی بودن که حالا کارهای سیاسی زیاد نکرده بودن قبل انقلاب و یه جورایی میدونی بی پشت و پناه رها شدن که حالا دیگه برن حامی حقوقی باشن که دارن یکی یکی ازشون گرفته میشه یه اتفاق مثلا خیلی ناگواری هم که افتاده اینم خالی از لطف نیست که بگم یه سری از گروه ها جنبش هایی که هنوز زنده بودن بعد انقلاب با هم دیگه یه اعتلافی میکنن که یک کنفرانس مشترک در چهارم آذر 58 برای اعتراض به نادیده گرفته شدن برابر جنسیتی در پیشنویس قانون اساسی از توی مجلس خبرگان یه کنفرانسی بذارن با وجود دعوت زنان از نیروهای سیاسی هیچ یک از نیروهای سیاسی عمده جنبش چپ هیچ یک از تشکل‌های اصلی مدعی آزادی خواهی و هیچ یک از چهره‌های مهم روشنفکری آن دوره از این کنفرانس حمایت نمی‌کنه. اینو برگزار می‌خواست بکنه؟ ببین یه ائتلافی از جنبش‌های کوچیکی که به وجود اومد بعد انقلاب که اعتراض میکردن به همین قانون حجاب اجباری زنان سنفی سنفی و کسانی که مثلا شاغل بودن و اینها اینا با همی ائتلافی میکنن و میگن که یه کنفرانس میذاریم واسه آذرماه سال 1358 چون قانون اساسی موقع داشته تدوین میشده خب کارشکنی <ánikivad> ها <k> <opening> در این حد بوده که سالونی که برای این کنفرانس تو دانشگاه تهران اینا در نظر گرفته بودن و یه, یه شب دادن به مجلس خبرگان بعدم سازمان چریک فدایی درست همزمان با کنفرانس این زنان یه راهپیمایی در حمایت از دانشجویان پیرو خط امام که رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن برپا میکنه بعدم چراغ سالونی که آخر سر اینا میگیرن و خاموش میکنن با فندک و شم و اینا به کنفرانسشون ادامه میدن این همه اتفاقاتی که باعث میشه که منف... میدونی این اتفاقات باعث شده اونایی هم که اون زمان هنوز میخواستن به اعتراضات ادامه بدن منفعل بشن هم منفعل بشن هم دیگه بترسن یعنی دیگه ترس از جان پیدا کنن بعد از این مدتی این حالا ام... یه چیزی که راجع به جنگ دوست داشتم بگم با زمانش خیلی صحبت نمیشه در مورد اصلا جنگ ایران و عراق که صحبت میکنیم حالا حتی خود, خود ما هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستیم همیشه از رشادت ها میگیم رشادت هایی که حسین فهمیده آره نه حسین فهمیدم که از داستانش به نظر میاد اون چیزی نیستش که آره به همون گفتن میتونیم در موردش دفعه صحبت کنیم نه ولی اصلا از رشادت ها از خودگذشتگی همه کسانی که رفتن جنگیدن صحبت میشه حتی با. زنانی که توی خط مقدم پرستار بودن خیلی اسلحه دستشون گرفتن کسانی که پشت خط مقدم خدمت میکردن کمک میکردن یکی از چیزهایی که هیچ وقت بهش پرداخته نشده باز بلایی هستش که عراقی ها سر زنان ایرانی به خصوص اسرا آوردن و وقتی که هویزه رو گرفتن تجاوزاتی که کردن و بعد کشتن این در موردش صحبت نمیشه <متصف> که من خودم تنها منبعی هم که پیدا کردم منابع منم پخش بده. ببخشید میخوام بهتون بگم که اسم این مقاله رو من توی وبسایت دیدبان آزار خوندم خب که یه تحقیق انجام داده بودن در مورد همین اتفاقات که بیشتر خاطرات شفاهی هست به خاطر اینکه اتفاقی که افتاده توی سری از مناطق عکاسای جنگی پیدا کرده بودن گورای دست جمعی که زنانی رو که کشتن بعدا اینا همشون اون نشونه هایی که وجود داشته از بین رفته یا حالا از بین بردن خود اهالی منطقه یا حتی مثلا خود جمهوری اسلامی به هر حال که چیز فیزیکی دیگه وجود نداره از جایی که حالا اینا گروه های دست جمعی وجود داشته و بعد مثلا مردم شهر مثلا نشونه گذاری کرده بودن به گرامی داشته این کسانی که از دست رفتن و یکی از کسانی که داره میپردازه شهلا لاهیجی هست استاد دانشگاه که بیشتر روی منطقه هویزه که اتفاق زیاد افتاده موقعی که عراقی وارد خاک ایران شدن و در یک نشست، نشستی که شهری بر سال 97 با عنوان تجارب زیسته زنان از جنگ هشت ساله ایران و عراق توسط حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجام شده که حالا این تازه چون خودم به منبعش رسیدم ولی گفتم شاید بعد نباشه در مورد این صحبت بکنیم که جنگم ویرانی های خودش رو به غیر از اینکه شهید کلی دادیم و جان یه سری هم قربانی خاموش برامون به جا گذاشته که هیچ وقت نمیشه صحبت نشده امون ندادن نه دیگه اصلا خب میدونی حالا هم اون سیستم مرد سالار بوده و هم اون سیستمی بوده که خب جمهوری اسلامی هم همیشه حقایق رو خاک میکنه دیگه بله, بله. حقائق رو خاک میکنه و Uh, ولی آره ولی خب به هر حال یه مقدارش هم از اون بود مرد سالاری جامعه میاد که تجاوز و uh, انگار یه خشونتی بر حیثیت مرد میبینن یعنی زن یه چیزی بوده که متعلق به حیثیت مرده حالا هر بلایی سرش بیاد ما اونو خاک بکنیم در موردش صحبت نکنیم آه. که حیثیت مرد خچه دار نشه نم گفتم که حالتون رو بگیرم لحظه آخر بگم <تص> نه حال... شب،, شب خوب بخوابی ببین جمهوری اسلامی که واقعا خودش حالگیری یعنی اصلا من به این فکر میکنم که جمهوری اسلامی اون چیزی که من دارم باش می جنگم یه د... سیزون یه دونه دپرشن می گیرم. اه... هر لحظه که بهش فکر میکنم اه... دم تمام کسایی که تو الان به اون گوش دادن گرم تو چیزی بود که بخوای اضاف اصلا دوربین دوربینامون رفت آری شد برگرد اه... چیزی از بخوای اضافه بکنی یا اینکه دردنکن. به من چون یک ساعت و بیست دست در نکنه گلناس حالا مرز بعدی میریم توی سازندگی و اصلاحات و امین نژاد اه... و خبر خوب که اپیزود آخر گلناس نیست <تصورت> <تصورت> این رازی دیگه فکر آره... همه میترسن از اینکه بخوام خود ما چهار تا رو تحمل نه ولی واقعا صدف و باز باید بگم خیلی خوب حرف میزنی زن ولی صدف واقعا هی بیارینش چون اصلا خیلی هم آخه تاپیک هایی که صحبت میکنه مهمه تازه براتون یه سورپرایز دارم تمام شد با آره. تازه گل که یه اپیزود دیگه باهاش شد آه. شهر آه. نو حداقل حداقل نه شهر نو که هیچی چیز نه اونو که نه اون سورپرایز آره. نو آره دم همه هم مرسی که تا اینجا به ما گوش دادید ما میریم و هفته دیگه با اپیزودهای دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ 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 زن زندگی آزادی آخه فرزاد نیست آره.